پسر یتیمی که رولکس رو خلق کرد. رولکس یکی از لوکس‌ترین برندهای جهانه که ارزشش امروزه به حدود 8 میلیارد دلار میرسه. تاریخچه رولکس به یک قرن قبل برمیگرده و از نوجوانی یتیمی شروع میشه که میراثش رو دزدیده بودن. اون بدون هیچ داشته ای جز عزم و تلاشش برای غلبه بر چالش‌های زندگیش از زادگاهش فرار کرد و به یک کشور دیگه رفت. بعد از چند سال تلاش تصمیم گرفت به دنبال اشتیاق پیشین خودش، یعنی تجارت ساعت‌سازی بره، و بالاخره تجارت ساعت‌سازی رو راه اندازی کرد. اما نمیدونست که این سرمایه گذاری تجاری اونو به سمت پیشگام‌ترین برند ساعت‌های مچی مدرن سوق میده که باعث تغییر کل صنعت ساعت‌سازی میشه و در نهایت یک امپراتوری میلیارد دلاری ایجاد میکنه. هانس ویلسدورف در 22 مارس 1881 در کمبک آلمان از پدر و مادری به اسم یوهان دانیل ویلسدورف و آنا به دنیا آمد. اون دومین پسر از سه فرزند خانواده بود. خانوادهش کسب و کار نسبتاً موفقی رو اداره می‌کردند که از پدر بزرگشون به ارث رسیده بود. کسب و کارشون فروش کالاهای آهنی بود و همین امر اونها رو در طبقه متوسط جامعه نگه داشته بود. از بعد حادثه مادرش چند سال بعد از تولدش بیمار شد و سال 1892 از دنیا رفت، اما این پایان اتفاقات بد نبود. یه سال بعد پدرش هم از دنیا رفت و هانس 12 ساله یتیم شد. حالا اونو خواهر و برادرش تحت سرپرستی دایی هاشون هستن. پس از یتیم شدن اونها، دایی ها تصمیمی به فروش کسب و کار خانوادگی اونها گرفتن و مقداری از پول فروش رو برای تحصیل اونها صرف کردن و هر سه رو در یک مدرسه شبانه روزی معتبر به نام ارنستونم کوبارگ در باواریای آلمان گذاشتن. هانس اوایل از این تصمیم متنفر بود و از اینکه به مدرسه و شهر جدید نقل مکان کرده بود افسرده شده بود. با گذشت زمان و بزرگتر شدن، هانس برای پشت سر گذاشتن دوران سخت کودکیش تصمیم میگیره تمرکز خودشو برای مدرسه بذاره و فهمید اگرچه تصمیم دایی‌هاشو دوست نداشته، اما این تصمیم یکی از عوامل مهم موفقیت اون بوده. نقل قولی از هانس: دایی‌های ما نسبت به سرنوشتمون بی‌تفاوت نبودن، اما با این حال روشی که انتخاب کرده بودن باعث شد من در اوایل زندگی به خودم متکی بشم. اونا باعث شدن عادت کنم از دارایی‌ها مراقبت کنم و همیشه نگاهی به گذشته داشته باشم. هانس از خوندن کتاب لذت می‌برد. به همین دلیل به یه دانش آموز بسیار باهوش در مدرسه تبدیل شد. در ریاضیات و زبان عالی بود و همونجا بود که فرانسوی و انگلیسی رو یاد گرفت. هانس همیشه در مورد سفر و سرزمین‌های مختلف کنجکاو بود و می‌دونست که زبان در سفر هایی که پیش رو داره مفید خواهد بود و در نهایت همین زبان‌ها نقش مهمی رو در زندگیش ایفا کردند. در دوران مدرسه با یه پسر سوئیسی دوست شده بود که داستان‌های زیادی از زادگاهش براش تعریف می‌کرد. در نهایت یه روز هانس از زندگیش در مدرسه خسته شد و مدرسه شبانه روزی رو در آلمان ترک کرد و در همون سن 19 سالگی به ژنو سوئیس نقل مکان کرد و اونجا داخل یه شرکت بین‌المللی صادرات مروارید به عنوان شاگرد مشغول به کار شد. کار این شرکت به این صورت بود که انواع مرواریدها رو خریداری، بازارها رو طبقه بندی و اونها رو برای فروش به جواهری‌ها بسته بندی می‌کرد. اونجا بود که هانس متوجه شد این شرکت در واقع هیچ چیز خاصی تولید نمی‌کنه، اما همچنان سود زیادی به دست میاره. هانس در این کسب و کار دقیق شد تا هرچه بیشتر تاکتیک‌های تجاری اونها رو یاد بگیره و پول خوبی هم نسبت به سنش به دست آورد. بعد از مدتی یه روز هانس نامه‌ای از دوستش دریافت کرد که بهش موقعیت شغلی در شرکتی به اسم کونوکارتان پیشنهاد کرده بود. کونوکارتان در اون زمان یکی از بزرگترین شرکت‌های ساعت‌سازی با کیفیت بالا بود که سالانه حدود 1 میلیون فرانک سوئیس ساعت جی بی صادر می‌کرد. اونا همچنین برخی از ساعت‌هاشون از پایه تولید خودشون بود و این شرکت معروف در لشودیفان، جایی که هانس همیشه دوست داشت بهش سفر کنه، مستقر بود. گرچه هانس در شرکت قبلی که کار می‌کرد درآمد بیشتری داشت، اما کنجکاویش برای سفر به اون مکان و تجارت حول محور ساعت قوی‌تر بود. پس سال 1900 به لش و دیفان رفت تا برای این شرکت کار کنه. هانس به خاطر یادگیری نوشتن و خوندن به انگلیسی که در دوران مدرسه یاد گرفته بود، تونست به عنوان خبرنگار و کارمند بخش انگلیسی شرکت با حقوق ماهیانه 80 فرانک سوئیس استخدام بشه. همچنین هانس مسئول بسته‌بندی روزانه صدها ساعت جیبی بود. به خاطر تایید دقت این ساعت تا قبل از بسته‌بندی، بینش و اطلاعات فوق‌العاده‌ای در مورد صنعت ساعت‌سازی و نحوه تولید انواع ساعت‌ها به دست آورد. با این همه، زمان حضور هانس در شرکت کونوکارتان به دلیل فراخوان خدمت در ارتش آلمان کوتاه شد و مجبور شد برای خدمت به آلمان برگرده. بعد از اتمام خدمت در 22 سالگی به لندن انگلستان نقل مکان کرد
تا داخل یه شرکت با ساعت‌های با کیفیت دیگه کار خودش رو شروع کنه. اونجا نقش بزرگتری رو بر عهده داشت. هانس با موفقیت هرچه بیشتر در طول حضور 2 ساله خودش فروش این شرکت رو افزایش داد. در طول این 2 سال به دفعات به ایجاد کسب و کار ساعت‌های خودش فکر می‌کرد و هر چیزی رو که میتونست یاد می‌گرفت تا دانش خودش رو برای تجارت آینده خودش بیشتر کنه. همون سالها بود که با همسر آینده خودش فلورانس فرانسیس میکراتی آشنا شد و مدت کوتاهی بعد از آشنایی با هم ازدواج کردند. یه روز که هانس و برادر ناتانیش یعنی آلفرد جیمز دیویس بیرون نشسته بودن و در مورد زندگی و برنامه‌های آینده خودشون صحبت می‌کردن، هانس به دیویس گفت که احساس می‌کنه دانش و اعتماد به نفس کافی برای راه‌اندازی کسب و کار ساعت‌های خودش رو داره، اما با مشکل سرمایه روبروئه و به سرمایه نیاز داره. آلفرد به اندازه کافی پول داشت و می‌دونست هانس چقدر به ساعت‌ها علاقه داره. پس با وجود اینکه می‌دونست هانس خیلی جوونه، به اون گفت که می‌خواد در این کسب و کار بهش کمک کنه و آماده است تا روی کار هانس سرمایه گذاری کنه. اونا با هم دست دادن و سال 1905 شرکت ویلز دورف و دیویس رو تأسیس کردند که در نهایت چند سال بعد به رولکس تبدیل شد. اونا با شرکت ساعت‌سازی سوئیسی به اسم هرمن اگلر که در سوئیس مستقر بود شریک شدند و شروع به واردات ساعت از سوئیس به انگلستان و بسته‌بندی اون ساعت‌ها کردند. همچنین دفتری در بیان سوئیس باز کردند تا از شراکتشون در اونجا حمایت کنه. بلافاصله بعد از اینکه در توزیع ساعت‌ها با یه قیمت مقرون به صرفه تخصص پیدا کردن، حتی با اینکه هانس عاشق ساعت‌ها بود، یه چیز مهم در صنعت ساعت‌سازی به نظر نامطلوب می‌اومد. ساعت‌های جی بی در اون سال‌ها، ساعت‌های موچی بیشتر توسط خانم‌ها و اون هم به عنوان جواهر استفاده می‌شد و به دلیل دقت خیلی کم در نشون دادن زمان خیلی جدی گرفته نمی‌شد. این دقت کم به خاطر جزئیات کوچیک در قطعاتشون بود و به همین دلیل خیلی آهسته یا سریع حرکت می‌کردند و همین عدم دقت کافی دلیل اصلی محبوبیت بیشتر ساعت‌های جی بی در اون زمان بود و به دلیل اندازه‌های بزرگشون مردونه در نظر گرفته می‌شدند. اما برای هانس هر بار که مجبور میشد برای مشاهده زمان با دست ساعت رو از جیبش در بیاره، این ساعت‌های جیبی ناخوشایند بودن. اما تا اون زمان ساخت ساعت موچی که دقت کافی داشته باشه و در طول روز مورد استفاده قرار بگیره غیر ممکن بود. نقل قول از هانس: به نظر من ساعت‌های جیبی تقریباً به طور کامل حذف خواهند شد و ساعت‌های موچی به طور قطع جایگزین اونها میشن. هانس ویلزدورف 1914. هانس پیش بینی می‌کرد که دیر یا زود ساعت‌های موچی هنجار جدیدی برای جامعه خواهند بود و کاملاً خودش رو متعهد به پیدا کردن راهی برای ساخت ساعت‌های موچی مناسب کرد. چندین سال رو صرف سفر به کشورهای زیادی در سراسر اروپا کرد و با ساعت‌سازهای زیادی ملاقات کرد. در مورد قطعات ریز ساعت‌ها بحث می‌کرد و همزمان با تأسیس شرکت خودش بود که شروع به تولید و فروش ساعت‌های موچی تولید خودش کرد. هانس یکی پس از دیگری ساعت‌های موچی با کیفیت بالا و قابل اعتماد برای مرد و زن تولید می‌کرد و هر چیزی که از ساعت‌سازهای دیگه در سفرهای خودش یاد گرفته بود رو در اون ساعت‌ها پیاده‌سازی می‌کرد. تا اینکه در سال 1908 به یکی از شرکت‌های برتر در صنعت ساعت‌سازی انگلستان تبدیل شد. حالا هانس می‌خواست اسم برند شرکتش رو به چیزی جذاب، آسون و کوتاه تغییر بده که بشه اونو به راحتی روی صفحه ساعت نوشت. هانس زمان زیادی رو صرف ترکیب 5 حروف از الفبا برای رسیدن به اسمی مناسب کرد تا اینکه سرانجام رولکس متولد شد. هانس بلافاصله متوجه شد که رولکس بهترین اسمه و چند روز بعد رولکس رو به عنوان برند تجاری شرکت ویلزدورف و دیویس در همون سال 1908 ثبت کرد. در طول سالهای آینده رولکس به خاطر ساعت‌های موچی با کیفیت معروف شد و البته خیلی از افراد ثروتمند قبل از شهرت این برند از اون استفاده می‌کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که جنگ جهانی اول شروع شد و خیلی از مشاغل از جمله شرکت‌های ساعت‌سازی با مشکل مواجه شدند و حتی در بعضی موارد مجبور به تعطیلی شدن، اما رولکس جزء اونها نبود. این جنگ دردناک نه تنها به شرکت هانس آسیبی نزد، بلکه باعث شهرت هرچه بیشتر این شرکت شد. چون ساعت‌های موچی این شرکت از قبل قابل اعتماد بودند، پس به بسیاری از سربازها به جای ساعت جی بی، ساعت موچی رولکس داده شد. چون استفاده از این ساعت‌ها آسان‌تر و ایمن‌تر بود. همچنین به سربازها برای هماهنگ کردن هرچه بهتر و بیشتر حملاتشون، به خاطر دقت بالایی که داشت کمک می‌کرد. در اون زمان شرکت به حدی رشد کرده بود که سال 1914 بیش از 60 نفر رو استخدام کرد و فضاهای اداری باز و بزرگی در لندن داشت.
رولکس پیش از این برای افزایش اعتبار خودش اول رتبه برتر استاندارد زمان سنجی ساعت مچی رو از سوئیس به دست آورد و بعد یه گواهی دقت رو از رصدخونه لندن گرفته بود که همه اینها باعث میشد این برند برای خرید مردم قابل اعتمادتر باشه. اما همیشه همه چیز برای هانس عالی پیش نمی رفت. سال 1914 بریتانیا 33 مالیات مختلف رو روی همه شرکت های ثبت شده در بریتانیای کبیر که محصولاتشون رو به خارج از مرزهای این سرزمین صادر می کردن اعمال کرد و این مالیات تبدیل به یک نگرانی بزرگ برای هانس شد. به همین دلیل دفتر مرکزی شرکت رو از لندن به بیان سوئیس منتقل کرد تا از پرداخت این مالیات ها جلوگیری کنه. اما این تنها دلیل نبود. دلیل بعدی اون بیزاری مردم بریتانیا به خاطر جنگ جهانی از آلمان و آلمانی ها بود. اسم هانس ویلسدورف به وضوح آلمانی بود و البته با وجود اینکه از قبل برند رولکس رو ثبت کرده بودن، هنوز در انگلیس از اسم ویلسدورف و دیویس استفاده می شد. پس در نتیجه تصمیم گرفت نه تنها برند بلکه اسم شرکت رو هم به صورت کامل از شرکت ویلسدورف و دیویس به شرکت ساعت‌سازی رولکس تغییر بده و این کار رو سال 1915 عملی کرد. سالها بعد هانس بر روی اسم رولکس یه تاج 5 ستاره هم طراحی و ثبت کرد که تا امروز بر روی صفحه ساعت‌هاشون پیاده سازی میشه. سال 1919 شرکت ساعت‌سازی رولکس دفتر اصلی خودش رو از بیان به ژنو منتقل کرد، جایی که هنوز هم دفتر اصلی اونجاست و بعد از این انتقال روی ساخت ساعت‌ها در بیان و انتقال اونها به ژنو برای ثبت و بررسی دقت حرکتشون تمرکز کرد. اونجاست که رولکس ساعت‌های لاکچری خودش رو طراحی و در نهایت به بازار عرضه می‌کنه و در همین ژنو بود که هانس با تیم خودش برای بهبود هرچه بیشتر فناوری ساخت ساعت مچی تلاش می‌کرد و می‌گفت ما باید موفق بشیم قاب ساعتو چنان محکم بسازیم که کارکرد موتور ساعتمون برای همیشه در برابر آسیب‌های ناشی از گرد و غبار، تاریخ، گرما، آب و سرما تضمین بشه. فقط در این صورته که دقت کامل ساعت رولکس تضمین میشه. به لطف صبر و تلاش هانس بالاخره این خواسته ها به نتیجه رسید. سال 1926 رولکس مدل جدیدی از ساعت های مچی خودش را طراحی و تولید کرد که برای همیشه صنعت ساعت سازی را تغییر میداد. رولکس اویستر اولین ساعت مچی ضد آب تاریخ بود. این مدل جدید با یه قاب خیلی محکم مهر و موم شده بود که محافظ خوبی برای موتور و قطعات ریز و حساس ساعت بود. این قاب مهر و موم شده باعث می‌شد ساعت به طور کامل ضد آب باشه. هانس به خوبی می‌دونست که این مدل جدید یه ساعت انقلابیه و مردم قطعاً عاشقش خواهند شد. اما تصمیم گرفت منتظر یه فرصت عالی بمونه تا ساعتشو با یه روش خلاقانه به بازار جهانی معرفی کنه. سال 1927 هانس در مورد زن لندنی به اسم مرسدس گلیزا شنید که ادعا می کرد تونسته فاصله 20.5 مایلی بین فرانسه و انگلیس رو داخل کانال مانش شنا کنه. مردم حرف این زن رو باور نمی کردن، پس قرار شد دوباره این کارو این بار در حضور هزاران نفر انجام بده. هانس تا این خبر رو شنید، فرصت نهفته در این اتفاق دید و به سراغ زن رفت و از اون خواست ساعت رولکس اویستر رو در زمان شنا به دور گردنش ببنده. مرسدس بعد از بیش از 10 ساعت شنا کردن و یخ زدگی کامل که تقریبا تا حد مرگ رسونده بودش از آب بیرون کشیده شد. البته حدود 4/5 مسیر کانال رو رفته بود. مرسدس گلیزا موفقیت کاملی نداشت، اما این برای رولکس اویستر که کاملا سالم و در شرایط عالی از آب بیرون کشیده شده بود، یه موفقیت بزرگ محسوب می‌شد. این رویداد توسط روزنامه‌ها منعکس می‌شد و مردم هم خبرها رو دنبال می‌کردند. بعد از انتشار خبر، مردم دیوونه این ساعت شده بودند و این همون نقطه‌ای بود که رولکس به عنوان یک ساعت انقلابی به شهرت بین‌المللی رسید. برای اثر بخشی هرچه بیشتر این تبلیغات، هانس در ویترین تمامی نمایندگی‌های رولکس یه تنگ ماهی با ماهی‌های واقعی قرار می‌داد و برای اینکه رهگذرها توجهشون به ساعت‌ها جلب بشه، این ساعت‌ها رو داخل تنگ‌ها در کنار ماهی‌ها می‌گذاشت. این استراتژی شگفت‌انگیز کار خودشو کرد و مردم هر روز بیشتر از قبل به این محصول علاقه‌مند می‌شدن و اینجا بود که هانس تصمیم گرفت تبلیغات بیشتری رو برای رولکس انجام بده. سال 1928 با سوپر مدل معروف بریتانیایی اون زمان برای تبلیغات ساعت‌های رولکس قرارداد بست. تبلیغات به همینجا ختم نمی‌شد. سال 1933 رولکس اویستر دوباره در روزنامه‌ها خبرساز شد. تصویری از پرواز بر فراز کوه اورست منتشر شد که تمام خدمه رولکس به دست داشتن و از اینکه بعد از پرواز همچنان ساعت‌هاشون به بهترین شکل کار می‌کرد راضی بودن. مثال دیگه ای از این تبلیغات زمانی بود که راننده معروف مالکوم کمپل با استفاده از رولکس در سال 1935 رکورد سرعت رو با سرعت 300 مایل بر ساعت ثبت کرد.
در این مرحله مردم رولکس رو نه فقط به عنوان یه ساعت با طراحی خوب و کیفیت بالا، بلکه به عنوان یه ساعت مچی فنی قابل اعتماد که میشه برای استفاده‌های روزمره ازش استفاده کرد میشناختن. سال 1931 هانس مدل جدید و اصلاح شده ساعت‌های خودش یعنی رولکس اویستر پرپچوال رو معرفی کرد. مدل قبلی یعنی رولکس اویستر یه دستاورد بزرگ بود، اما چالش‌های خاص خودش رو داشت. مثلا برای تنظیم ساعت باید این کارو به صورت دستی انجام میدادی که به خاطر مهر و موم کار سختی بود. باید ساعتو باز می‌کردین، تنظیماتو انجام میدادین و دوباره ساعتو می‌بستین. از سال 1934 تا 1940 هانس برخی از ساعت‌های با کیفیت خودش رو خارج از شرکت رولکس و با اسم خودش تولید می‌کرد. اما به دلیل نفرتی که بازارهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده از آلمان داشتن، این کار هیچ وقت موفق نشد و در نهایت متوقف شد. حتی با وجود تمام دستاوردهای هانس، گاهی اوقات اون برای راهیابی به بازارهای مختلف به دلیل اسم آلمانی خودش مجبور بود تلاش مضاعف داشته باشه. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، رولکس ضربه سختی خورد. صادرات محصول به خارج از سوئیس سخت شد و گران شده بود. هانس از وضعیت ناامید شده بود و برای اینکه فاجعه بیشتر و بزرگتر بشه، چرخ روزگار همسرش رو ازش گرفت. سال 1944 برای بزرگداشت همسر، بنیاد ویلسدورف که یه سازمان خیریه برای فعالیت‌های اجتماعی نیکوکارانه بود رو تأسیس کرد. چیزی که حتماً باید بهش اشاره بشه اینه که هانس کمی قبل از فوتش 100% مالکیت رولکس رو به بنیاد ویلسدورف منتقل کرد که هنوز هم تا امروز مالک و کنترل کننده رولکس است. به محض تموم شدن جنگ جهانی دوم، رولکس به طرز فوق‌العاده‌ای شروع به کار کرد. برای اینکه دید خوبی داشته باشین، لازمه بدونین که سال 1946 رولکس 50,000 کرونومتر فروخت. سال بعد یعنی در 1947 فروش اونها به 100,000 کرونومتر رسید که این عدد فروش اونها رو به نسبت دو دهه قبل در یک سال دو برابر کرد. رولکس به علت اینکه زیر نظر خیریه است هرگز عمومی نمیشد یا فروخته نمیشد و هیچ وقت مالیات نمیپردازه، زیرا اساسا یک مؤسسه خیریه است. رولکس اولین ساعت مچی ضد آبی بود که تاریخ ماه رو روی صفحه‌اش نمایش میداد و تقریبا 10 سال بعد مدل انقلابی دیگه‌ای به اسم رولکس دی دیت که اولین ساعت مچی ضد آبی بود که نه تنها تاریخ ماه بلکه روز و هفته رو هم نشون میداد. این ساعت‌ها هنوز هم توی بازار هستن و تقریباً به عنوان استاندارد معمولی ساعت‌های مچی شناخته میشن. دهه 50 رولکس یه سری از ساعت‌های جدید خودشو به بازار معرفی کرد. افسانه‌ای‌ترین این ساعت‌ها رولکس سابمارینر بود که سال 1953 معرفی شد. سابمارینر اولین ساعت مچی غواصی عمیقی بود که میتونست به 100 متری اقیانوس برسه بدون اینکه خراب بشه یا آب به درونش نفوذ کنه. سال 1960 و بعد از فوت هانس ویلسدورف، رولکس شروع به تغییر و تبدیل شدن به برندی لوکس در امروز شد. این شرکت بازاریابی خودش رو بیشتر بر روی مجموعه دارها و اشخاص ثروتمند متمرکز کرد که اتفاقاً کارساز بود. اما باید در نظر داشته باشیم که یکی دیگه از عوامل قیمت بالای ساعت‌های رولکس اینه که اونها از سال 1985 برای تولید ساعت‌هاشون شروع به استفاده از یه نوع فولاد بسیار با دوام و گران قیمت به اسم 904L کردن که به همین دلیل هم کیفیت و هم قیمت بسیار بالا رفت. امروز رولکس رو به عنوان یکی از شناخته ترین برندهای ساعت جهان میشناسیم. اشتیاق هانس به طراحی و نوآوری فنی اون رو در فهرست یکی از تاثیرگذارترین مردان صنعت قرار داده و میراث اون رو میتونیم امروز همراه هر فردی که رولکس پوشیده ببینیم. بسیار ممنونیم از همه شما دوستانی که تا انتها این ویدیو رو تماشا کردین. پیشنهاد می‌کنم حتما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید.